اعضای پارلمان بریتانیا به نخست وزیر این کشور هشدار می‌دهند که با کاهش زود هنگام نیروهای بریتانیا در افغانستان زندگی آنان را با خطر مواجه نسازند. این قانونگذاران می‌گویند خروج بیش از چند صد نیروی حمایتی از این کشور از افغانستان اعتماد افغان‌ها را نسبت به تداوم همکاری‌های خارجی خدشه‌دار و راهبرد نیروهای ائتلاف ملی در این کشور را متأثر می‌سازد. این در حالی است که کشورهای ضد ائتلاف ملی یا ناتو یکی پس از دیگر بر کاهش نیروهایشان از افغانستان تاکید دارند. نخست وزیر بریتانیا در سفر اخیرش به کشور اعلام کرد دست کم 500 سرباز خود از افغانستان را خارج می سازد که با این خروج شمار نیروهای بریتانیایی به 9000 سرباز کاهش خواهند یافت. اما کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا در گزارشی هشدار می دهد که در کوتاه مدت هر گونه کاهش دیگر نیرو لزوما محدود خواهد بود و اگر کاهش بیشتر هم صورت می گیرد باید همه نیروها خارج شوند. تصمیم واضح دولت بریتانیا برای خروج نیروهای رزمی نباید هراس را میان مردم افغانستان ایجاد کند که گویا ائتلاف بین المللی آنان را فراموش خواهد کرد و یا اینکه به طالبان و گروه های دیگر مجال این تفکر داده شود که آنان برای بازگشت تا خروج نیروهای ایساف صبر کنند. گزارش کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا همچنان مجهز نبودن نیروهای بریتانیایی از سال 2006 در ولایت هلمند را از لحاظ نیروی کافی و تجهیزات مورد بررسی قرار داده و هماهنگی فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی را دلیل این مشکل دانسته است. با این حال لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا اشتباهات دختره در سال 2006 را میپذیرد و میگوید که نیروهای بریتانیایی اکنون با تجهیزات کافی به ماموریت خود در افغانستان ادامه میدهند. این در حالی است که به گفته کارشناسان نیروهای بریتانیایی در شکستن سرعت عمل طالبان موثر نبوده و دستاورد قابل توجه نظامی را نداشتند.